درخواست جنجالی خانواده تاتلو و تیمش از دولت و زندانبان ها. آخرین خبرایی که خانواده‌اش تونستن از داخل زندان بگیرن. حمایت فوق جنجالی شاهین نجفی از امیر تاتلو. وای کاش نزدیک بودم بهش. میکشیدم گوشش میگم آقای داداش نکن. به این رفیق و همچنین فحاشی شدید به تاتلو و پشت پرده ماجرا. این تاتلو بی شرف خودش برنگشت. خودش برگشت. نه، از پلیس و اطلاعات ترکیه این خبر که گذشته اعاده دادیم، برگردوندیم کشورش به علت اینکه مهر قرمز. خب همونطور که میدونید تاتلو از مرز بازرگان و ارومیه تحویل تهران داده شد و الان توی زندان اوینه و توی آخرین خبر خواهر تاتلو اعلام کرده که همه چیز اوکی و ظاهرا حال امیر خوبه و کلا درخواست خانواده تاتلو و تیمش از افراد دولت و زندانبان ها اینه که تاتلو رو اذیت نکنن و باهاش خوب رفتار شه و گویا وکیل وثیقه هم براش آماده کردن تا آزادش کنن. و در ابتدا تیم تاتلو و مدیر برنامه‌اش نوشت: به مدت 48 ساعت شده که هیچ خبری از امیر تاتلو نیست. کجاست؟ چرا پاسخ این همه هوادار رو نمیدید؟ باید جواب بدید کجاست. میلیون ها طرفدار چشم انتظار یک خبر هستن ازش. باید هرچه زودتر پاسخ بدید امیر تاتلو کجاست؟ وضعیت سلامتیش چطوره؟ باید توضیح بدید. و بعد این بود که گویی یه خبری از تاتلو شد و دوباره نوشتن: شنیده ها بسیاره، ولی 99% ارتباطایی که گرفتیم میگن حالش خوبه و هیچ بی احترامی بهش نمیشه و در کمال ادب و احترام باش برخورد میشه. باز میگم در حد شنیده است، بازم تلاش میکنم ارتباط بگیرم، اما گفتم بگم شاید شما هم یکم دلتون آروم شد. و اما این وسط خیلی هم فوشو کشیدم به تاتلو. سلام علیکم خدمتتون بگم. این تاتلو بی شرف خودش برنگشت. خودش برگشت. نه، این اخباری که الان گذاشتم از روی گوگل که میدونید معتبرترین سایت های ترکیه، از پلیس و اطلاعات ترکیه این خبر که گذاشته خواننده ایرانی رو ما اعاده دادیم، برگردوندیم کشورش به علت اینکه مهر قرمز اینترپول روش بوده، یعنی تحت تعقیب و دنبالش بوده، ایران میخواستتش. جرمایی که داشته به خاطر اذیت و آزار دخترها و گذاشتن کنسرت های که کنسرت گذاشت و پول مردم رو، نه اینکه دختر رو زیر کم سن رو بیاری ببندی لنده من نشونو بشکنی صورت مورد های همشون رو بزنی بتره کنی کنسرت بذاری داشت پولای مردم اینم اومدن اینجا خرج کردن به تخمت هم نباشه پولای مردم رو بگیری کنسرت نذاری برداری با این دکتر رو نمیدونم ساشا و اینا رو کتولت پویان و مویان و اینا با اون میلاد حاتمی یکی بشه بیاد فیشین کنه یه تایمی پولای مردم رو بخوره و زمین خورده نیست. اگه میذاشتید که شما چوچول اول آخرتون هم هرت میکشید بالا بابا جون، دیگه باید جلوی یه نفر بگیری. اون زمین خوردن ماها که داداش تون دادیم فرق میکنه، بدلشو دادیم. این پلش رو زمین نخورده، این کارمای خودشه، طبیعت. آره. بله. و اما بعد از این جریان شاهین نجفی توی اقدامی جنجالی دوباره دیشب از تاتلو حمایت کرد. میگه تاتلو نیاز به نصیحت داشت ولی نباید از مجازاتش خوشحال بود. دیروز پیروز مثل بسیاری از شما من هم خبر بازگشت امیر تاتلو به ایران شنیدم و فکر میکنم مثل یه تعدادی از شما ناراحت شدم و خلاف یه عده دیگه‌ای که خوشحال شدن در واقع نگران شدم، بسیار نگران شدم. من از نسلی هستم که امیر تاتلو هم با چند سال فاصله به هر حال فکر کنم متولد 1366 من 59 ام به هر حال در نهایت میشیم دهه 60 به شکل اون نسل رو میشناسم. سختی هایی که کشیدیم تقریبا مشترک و نزدیک به همه. یک کسی مثل اون که از تا جایی که میدونم از محله پایین تهران تا ما این که بچه شهرستان بودیم بازم پایین شهرستان، جایی که به هر حال تو باید برای بقای خودت میجنگیدی. من کلمه بقا رو من زیاد استفاده میکنم. امروز ممکنه حرفام پراکنده باشه به این دلیل که خب طبیعتا احساس درش دخیله. من دی از این سراشیبی به عنوان کسی که به هر حال همسنفی بودیم دنبال کردم و دیدم حرف هایی که پشت سرش زده میشد، آرزوهایی که براش میکردن، این کی خراب بشه، این کی فلان بشه، این کی خودکشی بکنه، جلوی چشم من مثلا آدم گفته، آدم سندارا بعد از اون کنسرتش بود که چیکار کرده بود مثلا اومد و لخ شده مثلا این کی بمیره ما راحت بشه بودم what the fuck. چرا اصلا آقا این داره میخواد لخ بشه، این میخواد چرا مرگ؟ تو چه دلی داری که آقا بچه مردم میگه که بمیره؟ اینا همه به کنار، امیر تاتلو اشتباه کرد. ای کاش الان میگم ای کاش نزدیک بودم بهش، میکشیدم گوشش میگم آقا داداش نکن، به این رفیق رفقای اطرافت حواست باشه. تو آخه چی میخوای دیگه؟ مگه شوخیه؟ تو این شهرت رو به دست بیاری، پولو میتونی به واسطه اون به دست بیاری، عشقو میتونی به دست بیاری. عشق دارم میگم عشق مردم دوست دارن. آدم با فنش به این معنی نزدیک اینجوری نزدیک نمیشه. مگه تو بچه پایین نیستی؟ مگه نشنیده بودی تو محله خودت نباید، حالا به اون تعبیر پایین میگفتیم، تو محله خودت نباید بری دختر بازی بکنی؟ جسارتا این واژه رو از زبان چیز دارم میگم. مراقب باشیم. همین رو ببین، اینو میبینی؟ این بعد از نتیجه 20 سال کاری که من میفهمم، یاد میگیرم،
از همسرم بگیر، از دوستان بگیر، فن من. من استوری میزنم، فنم برام مسیج میزنه آقا اینو که گفتی سوء استفاده نشه ازش، میرم سری پاکش میکنم. این من به فنی که نمیشناسمم حتی توجه دارم. آ تو چجوری به این چیزا توجه نکردی؟ خدا مثلا چرا الان دیگه احمقانه است؟ چی میخوام بگم مثلا نصیحتش کنم چی بگم؟ میسوزه آدم ولی چرا؟ چون من میدونم از درون، من اطلاع دارم که بذار اینجوری بهتون بگم، 95% آرتیستا، خواننده ماننده هایی که الان دارن تو ایران کار میکنن که 95% از اونها اصلا خواننده نیستن، هر کاری که بگی اینا کردن، هر کاری که بگی کردن و دارن میکنن، ولی راشو ظاهرا بلد بودن، مشاور دارن، تیم دارن، سیستم دارن، این نداشت. خوش شانس بود که شناخته بشه، کارش شنیده بشه، کار بکنه. مگه شوخی آدم اینقدر کار تولید کنه؟ اصلا تو آشغال تولید کنه همین اندازه تو کار تولید بکنی مگه شوخی میگه که چارت دوزری اینور اونور بلندشن بیان فلانت بکنن، مسخره بکنن، بزنن تو سر؟ چون من از روز اول اون فایل صوتی که همون چه دو چه بود 2 سال پیش من منتشر کرده بودم گفته بودم نقشه بود خشن. این میدونست این میگه خب بقاه تو بر سر بقات باید بجنگی و تمام این چیزایی که به دست آوردی فقط باید مدیریت بکنی. مشاور نیاز داری، تیم نیاز داری، فاصله رو باید حفظ بکنی، با برنامه‌گذارا درگیر نشی، با آرتیستای همسنفیات و هنرمندای درگیر میشی در حد همون موزیک و فلان این داستانا، جلوتر نری. تو هنرمندی، نه یه سلبریتی توی اینستاگرام که دو روز مثلا میاد یه دفعه یه کاری میکنه و مشهور میشه و تمام. تو اثر داری، اسم کارها، اسم قطعات موسیقی آثاره و این آثار منو مثل میمونه که تو رو دیوار داری حک میکنی، تو رو دیوار دل مردم داری چیز مینویسی. خیلی خفنه این چیز. ببین اینا الان مثلا گرفتنش از ترکیه آوردنش ایران، اینا بازی سیاسیه. الان شما نگاه کن این داستان چای چیه؟ چای بابا چقدر پول رفت؟ چای داستان چای اینا بازی سیاسیه برادر، همش سیاسته. اومدی کامنت گذاشتی برای من درباره فلانی که الان دستگیرش کردن تو ایرانه، داداش بازی سیاسته، سیاستم پدر مادر نمیشناسه. من بهتون دارم میگم همش بازی سیاسته، سیاسیه، اینا همش بازیه. کجا رفته این پولای چایی؟ چای ندارم الان من اینجا بخورم، این چای کو؟ حالا در کل نظر شما در این مورد چیه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. بس تا ویدیوی بعدی، بدرود.